از چشم تو خورشید ببینم. صد دفعه زنگ زدم گوشیشو جواب نمیده، دارم سکته میکنم. تا هر چی زور میزنم بگم اینم خیره، تو دهنم نمیچرخه. زندگی تو اینجوریه ها. ببین ظواهر اتفاقایی که برات میفته اصلا چیزای جذاب و جالبی از توش در نمیاد. نمیدونم، زندگی اینه یه کلاف سردرگم شده که همش داره تو هم گره میخوره. فقط باید بری قیچی بیاری. این همه آسمون ریسمون کردی که بگی کاری از دستت بر نمیاد. آره. قیچی بیارم چی؟ قیچی کنی فکر من بیخیال آوا میشم؟ من الان گفتم باید بیخیال آوا بشی؟ نه، ولی خیلی ریز داشتی میگفتی که آوا بیخیالت میشه. اه، اون به حرف منه؟ اگه اون به حرف منه که میرم بهش میگم آوا خانوم لطفا این رفیق ما رو ول نکن، خوبه؟ اگه بابام بهش گفته باشه چی؟ اگه آوا با آقا امجدی گفته باشه چی؟ اونجوری امجدی اخراجم میکن. تو الان نگران کارتی یا نگران آوا خانوم؟ لام هستم، من رفیقت هم داری گیج میکنی. چی میخوای جون امجدی ها؟ الان این چه حرفی بود زدی؟ اینا رو گفتم که بفهمی چه عواقبی برام داره. من الان شدم چوب دو سر طلا. با این کاری که بابام که الان من کل زندگی ما از دست میدم. بابات کاری نکرده، رفته اونجا گفته من مشتریم، تو خودت یه پریدی وسط. بعدم داداش من دروغ گفتی، بعد عواقبشو بپذیری دیگه. یعنی چی؟ کجا میری؟ با تو هم چرا صورت مسئله رو پاک میکنی؟ بایسته با دروغی که گفتی رو برو شو. سویچ جا گذاشته بودم، اومدم اونو بردارم. بعد تو یه دقیقه خودتو بذار جای من. رفتم میبینم وایسان دارم با هم حرف میزنن. تو جای من بودی چی کار میکردی؟ من میرفتم میگفتم بابا داری چی کار میکنی؟ من همینو گفتم، ولی یه جور دیگه بود. میرم به نظرم تو دیگه کار تمومه. اون تنها پوسیده رو یادت زمانی که می‌خواستی بری خواستگاری بهت گفتم ولش کن، تو اونو ول کردی، افتادی رو زمین و هیچ چیز نشد. خب ولی الان رو همون زمینی که فقط نیم متر باش فاصله داشتی خیلی آروم جون میدی و تموم میشی، چون خودت اینو انتخاب کردی. ببین من چه بدبختی هم که اومدم دارم از تو راهنمایی میگیرم. ببین من چه بی کسی هم که تو این تهران درندش 17 میلیون آدم داره تو رفیق من. یه نفر نیست با هم بگی من چه گلی به سرم بگیرم. من راهکاری رو بهت میدم که اگه خودم جاد بودم همون کارو میکردم. من اگه الان جای تو بودم سرمو میذاشتم میمردم. تو هم سرتو بذار بمیر. بمیر برادر من، بمیر. صلاحه، بمیر. تو الان گشنه‌ت شده، داری هزیون میدی. خدا زنگ نزنی به منا، من دارم میرم سر کلاس. خدا رو شکر همون شهره مهربونی هستی که میشناختم. نه سودا بخنم، اون شهرهی که میشناختی مرد. الانم اگه بهت زنگ زدم فقط برای این که بهت هشدار بدم دوروبر من و پسرم پیداتون نشه. چرا آخه شهره جان؟ با من نامهربونی نکن عزیزم. مثل که یادت رفته چه اتفاقی بر من افتاد. اون وقت تو پشتم رو خالی کردی و سکوت کردی. من اگه چیزی نگفتم، کاری نکردم، حتما برای اینکه اون موقع کاری از دستمون بر نمیومد که انجام بدی. حالا چی شده؟ اگه زنگ زدی اینو بگی، شنیدم. من از کسی کینه‌ای به دل ندارم. فقط میخوام با پسرم تنها باشم، همین. من غلط کنم مزاحم تو و پسرت بشم؟ من فقط میخواستم یه خورده باهات درد دل کنم. تو هم مثل خواهر نداشته من میمونی. خنده داره. میونه این همه آدم زنگ زدی با من درد دل کنی؟ واقعا که آدم به شعورش بر میخوره. نه عزیز، اگه تو حرفای منو بشنوی میفهمی که این درد دل فقط به تو میتونم بگم. ببین یه ساعت بیشتر وقت به تو نمیگیرم شهره جون. همون موقع من درد سری با ساعت نداشتم، چی برسه بعدان که دیگر یار کوپال افتادم. من الان کار دارم، بعد برم. شهره جان یه لحظه فقط، چطوری بگم؟ من باید راجع به فروغ و فرهاد باهات صحبت کنم. خیلی خوب، بگو چی شده. ببین پشت تلفن نمیشه، یه ساعت یه جا همدیگر ببینیم، من همه چی رو به تو میگم. خیلی خوب، تو چند روز آینده شاید بتونم یه وقتی پیدا کنم ببینمت.
تا اون روز بهم زنگ نمیزنی. دلم نمیخواد بهروز چیزی بفهمه. چشم عزیز دلم، به خدا دیگه مزاحمت نمیشم. دلم واسه قط و بالایی بهروز تنگ شده، ولی چشم قول میدم که تا خودت زنگ نزنی من مزاحمت نمیشم. فقط شهره جون چشم من به این موبایل خوش نشه ها. گفتم باشه دیگه. سلام، چی کار داری میکنی؟ دارم وسایلاتو جمع میکنم. برای چی؟ مگه نرفتی دنبال آقا بهروز؟ چرا؟ خب مگه نگفتی بهش بگم اخراجم میکنه؟ آه چرا، و اصلا اونجوری که ما فکر میکردیم نشد. یه اصلا انگار نه انگار من گن زدم تو زندگیش، همجوری خوشحال و شاد و خندون و اینا بود. خدا ایشالا به همه جوانا سلامتی بده. این دعای من و امید. من مطمئنم آقا بهروزم شفا پیدا میکنه ایشالا. درسته که دعای تو هم بی‌تأثیره، ولی ببین به نظرم ما به جای اینکه روی شفا گرفتن بقیه کار کنیم، یه ذره باید رو خودمون کار کنیم. ببین با این حجم سوتیایی که ما میدیم، هر کی دیگه بود تولا دیوونه شده بود. بابا این آقا بهروز خیلی مرده، خیلی آقاست، خیلی آدم حسابیه. اصلا عصبانی که نشد هیچی، گفت برو بالا من پول رهن خونت هم میدم. واقعا؟ آره والا. آقا خود ببینم این یه خورده عجیب نیست؟ یعنی منظورم اینه که حالش خوب بود دیگه اینا رو گفت. آره. خوب؟ خب نکنه این دو قطبی شده امید. چی شده؟ چیه این دو قطبی چیه؟ چه میدونم، خودم تو اینترنت خوندم. یعنی این خیلی عصبانی که میشه، بعد قرصش هم گیر نمیاد، تحریمیم دیگه. این دو تا قطب پیدا میکنه، دو قطبی میشه. یه قطبش مثلا امروز میره واسه ما خونه رهن کنه، فردا دوباره قطبش عوض میشه اخراج میکنه. من نمیدونم، اصلا هیچ اعتباری نیست به اینا امید جان. بذار من که دارم این وسایل رو جمع میکنم، بذار جمع کنم دیگه. واقعا این فردا دوباره قطبش عوض میشه. نه حالا اون دو قطب بود که توضیح دادی که من دقیقا نفهمیدم چی شد، ولی بعید میدم آقا به روز یه حرفی میزنه رو حرف خودش هست. خیالت راحت باشه. راحت؟ آره. باش. پس اینا رو بردار. دست درد کن آقا. اینو میبرم. موندنی شدیم بچه. دعا کنین آقا بهروزم روی این قطب رهن خونه بمونه، تموم شه این بیخونگی من و امیدم. من برم. پری؟ چیه؟ تو؟ چیم؟ الان نمیدونم، برو پایین زنگ میزنم بهت میگم. حالا الان کجا میری؟ از کجا میدونی الان لیلا رسیده خونش؟ یه زنگ بزن ببین کجاست. سلام لیلا، بابا میخواد بیاد ببینتت. کی میرسی خونه؟ من بهت میگم زنگ بزن بهش، پیغام میذاری، میبینی؟ چه فرقی میکنه بابا؟ فرقی نمیکنه؟ همینو به عنوان نمونه یادت باشه. من به تو هر کاری رو که میگم بکنه، تو هر طور دلت میخواد انجامش میدی. بی خیال بابا، شما الان یه ذره عصبانی از دستم دیگه داریم بزرگش میکنی. پسر جان، من دیگه زبونم مو در آورد از بس پرسیدم چی کار کردی چی کار میکنی. جوابم دادی، گفتی نه. بابا کلافم کردی به خدا مهران. اصلا اینو هیچ، اینو کنار. شما فرض کن با این خانواده وصلت کردی، اینو میفهمی که این خانواده با خانواده ما چقدر فرق داره؟ اونا یه مدل دیگه زندگی میکنن، ما یه مدل دیگه زندگی میکنیم. به این فکر کردی که آه نه، فقط به فکر آرزوهای خودتی. بابا من به چیزهای دیگه هم فکر میکنم، اما الان دیگه دور زمونه عوض شده، آدم ها با هم کنار میان. منظورم خانواده هاست. مطمئنم بین خانواده ما و امجدینا مشکلی پیش نمیاد که قابل حل نباشه. تو همه وصلت و بالاخره یه اختلافی هست، حالا کمتر بیشتر. من و آبا هم اگه مشکلی داشتیم که ایشالله نداریم، خودمون سعی میکنیم حلش کنیم. بابا جان، من از اون دختر خوشم میاد. نجیبه، باوقاره، مثل نرگس دختر خودم، دختر خودم هست. ولی اون به درد تو نمیخوره. تو میخوای اونو بگیری که احساس کنی مثلا در تهران صاحب خونه شدی، صاحب زندگی شدی، داماد خانواده امجدی شدی. همین. حرف گوش کن، حرف گوش کن.
فاصله خونواده ما با اونا زیاده، از اینجا تا آسمون یه وجب دو وجب نیست. بابا چرا حرف من باور نمیکنی؟ اگه آوا الان بچه پایین شهر بود من بازم باهاش ازدواج میکردم، حتی اگه دخترم من بود جای لیلا هم بود من باز باهاش ازدواج میکردم، چون من خودشو دوست دارم. چرا اینو باور نمیکنین شما؟ تو خودت هم میدونی که داره چه بلایی سرت میاد. تو میخوای اون دختر رو بگیری فقط به خودت و بقیه ثابت کنی که اونی که میخواستی شدی. بابا به جون خودم، به جون نرگس، من آوا رو دوستش دارم، با چه زبونی بگم؟ قسم نخور. لیلاست. سلام به دایی جون، خیلی سلام برسون، بگو من تا 20 دقیقه دیگه خونم، قدمش رو ششم. خب من میرم دیگه. وایسی میرسونم. نمیخواد، زمان نکش. دست درد نکن. بخور دیگه. خوبی؟ سر حال نیستی؟ نمیدونم، فکر کنم یکم خستم. آب میوه بخور. راستی چیز خان نعیمی زنگ زد. خب هیچی دیگه، میگم واقعا این آدمای خوبی هستن. حالا با اون وضعی که اون شب پیش اومد خیلی خانمه که دوباره به من زنگ زد. آره واقعا آدمو شرمنده میکنم از زنگ میزنه. نه فکر نمیکنم منظورش از زنگ زدن شرمنده کردن باشه آوا جون. میدونم، منظورم این نبود، حال خودم گفتم. اتفاقا حال تو هم پرسید، بعدم گفتش که این مسئله که بین آقایون پیش اومده یه وقت باعث نشه رابطه خانوادگی ما به هم بخوره. مسئله بین آقایون منظورش به هم خوردن پروژه است؟ آره دیگه، مثلا میخواست بگه همه چی مثل سابقه. آره همه چی مثل سابق، فقط یه چیزی فرق کرده، اونم اینه که اگه حتی نخوام با مهران ازدواج کنم دیگه هرگز نمیخوام با مازیار ازدواج کنم. چرا؟ برای اینکه اون شب خواستگاری وقتی فهمیدم انقدر راحت میتونم مازیار رو بذارم کنار، دیدم چه تصمیم اشتباهی بوده تصمیم ازدواج من. اون مازیار باید با یه نفری ازدواج کنه که دوستش داشته باشه، نه اینکه فقط آدم مناسبی باشه. من فکر میکنم دوست داشتن بعد ازدواج به وجود میاد، یعنی وقتی تو میبینی آدمی بهت احترام میذاره، اون چیزایی که نیاز داری برات فراهم میکنه، میبینی میتونی دوستش داشته باشی. اگه یکی از همین روزایی که داره بهم احترام میذاره نتونه اون چیزایی که میخوام برام تهیه کنه چی؟ نه مامان جون، طرز فکر من و شما راجع به این مسئله خیلی فرق میکنه. من تو زندگیم همیشه رفاه کامل داشتم، اگه بخوام با ازدواج چیزی به زندگیم اضافه کنم اون عشق. اگه فکر میکنی چون من منطقی ازدواج کردم نمیدونم عشق یعنی چی، خیلی داری اشتباه میکنی. نه ماما، من اصلا منظورم این نبود. چرا به خودتو میگیری؟ خب تو میدونی که خانواده من وضع مالی خوبی نداشته، ولی اون چیزی که من و پدرتو این همه سال کنار هم نگه داشته فقط پول بابات نبوده. من اگه دنبال عشق تو زندگی میگردم برای اینکه همیشه بین تو و بابا عشق دیدم. نمیخوام دچار سوء تفاهم شیم مامو. فقط یه چیزی بهت بگم، عشق میاد سراغ آدم که حال آدم رو خوب کنه. عشقی که آدم رو به این حال روز بندازه یه جای کارش گیر داره. فکراتو بکن عزیزم، این لیلا دختر خیلی خوبیه، چندین بار دارم بهت میگم با عاطفیت فکر کن، به زندگیت فکر کن. اومد من دیگه برم. نه کارت دارم. زن سلام دایی جون. سلام، احوال شما خوبی؟ سلامت باشی، خوش اومدی. خیلی ممنون. سلام. سلام، بفرمایید بالا. لیلا جان
شما برو بالا من الان میام. این سویچ ماشین رو بده من خودم میارم. زحمت سویچ. نه نه. پس بیاین طبقه دوم. من دیگه نمیخوام در مورد این موضوع با حرفی بزنم. حمیدی. خوب گوشاتو واکن ببین چی بهت میگم. آقا جونت آرزوش اینه که شما دوتا رو تو روستا کنار همدیگه رو زمین خودتون ببینن. به من گفت به مهران بگو که دوست دارم مهران رو تو لباس دومادی ببینم. البته کنار لیلا. از این به بعدش هم خوددانی. من نکش دایی جان. این چه حرفیه دایی جون؟ بعد این یه عمر پا گذاشتین خونه ای من. خونه قشنگی هم داری؟ آره اینجا خیلی راحتم خدا رو شکر. مال شرکته. از اون خوابگاه دوره دانشجویی و اون خونه ای که بعدم با بچه دانشگاه گرفتم خیلی بهتره. با اون جنمی که تو داری ها به امید خدا خونم میخری. ایشالله. چاییتون هم که سرد شد دایی جون نخوردین چرا؟ میخوام براتون عوضش کنم؟ نه 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 همین خوبه. همین رو میخورم بردین سرد. بفرم. دست شما در نکنم. خدا مامانتو بیامرزه. خنده هات، نگاه هات، راه رفتنت منو یاد مامانت میندازه. مامانت وقتی با بابای خدا بیامرزت ازدواج کرده بود من از زمین که برمیگشتم یه چهار تا پرتقال و یه کیسه گردو و نمیدونم از این چیزا برمیداشتم میبردم در خونه تحویلش میدادم. البته خونه خودشون هم پر بود از این چیزا، ولی خب پی برده بودم اینجوری میتونم یه دو دقیقه بیشتر ببینمش. منم برای اینکه دست خالی نباشم باباتم رام بده مجبور بودم یه چیزی ببرم و الان یه چیزی بهم میگفت. واقعا؟ شوخی میکنم. بابات خدا به امروز اصلا اینطوری نبود. من خودم خجالت میکشیدم. خدا هر دوتا شون رحمت کنم. خدا زنده ایرم بیامرز. آره والا آره. نیلو جون من اومدم درباره خودت و مهران باهات حرف بزنم. من خیلی ناراحتم. از این که میبینم آقا جونتون ناراحته. من تو زندگیم همیشه یه پسر حرف گوش کن بودم برای آقا جون. یعنی خب بعدن دیدم اون چیزایی که گفته به صلاحه که گفته. یه موقعی هم تو جوانی به هر حال با حرفاش چیز بودم موافق نبودم، ولی یکم که سن و سالم بالاتر رفت، یعنی به قول معروف به عقل کامل رسیدم، دیدم واقعا حکمت حرفاشو اونجا فهمیدم. من میگم راحت باش با من، حرفتو به من بزن. شما به مهران علاقه داری نداری؟ نه دایی جون، شما که خودتون شاهد بودین. اگه چیزی هم بوده مال بچگی بوده، تموم شده رفته. الان هم که دیگه بزرگ شدیم هیچ علاقه ای هم به هم نداریم. این آرزوی آقا جونته، یعنی خب منم از خدامه. من بال در میارم وقتی ببینم شما دوتا با هم ازدواج میکنیم، هم به خاطر تو هم به خاطر مهران. ولی خب این وسط باید بالاخره یه محبتی، علاقه چیزی هم باشه. اگر محبتی نباشه این ازدواج سر نگیره بهتره. من دیگه نمیدونم چجوری باید به آقا جون گفت. آقا جون انتظار داره من با مهران ازدواج کنم که فقط برش گردونم روستا. آخه چه جوری؟ مهران اصلا یه دختر دیگر رو دوست داره، همه هم اینو میدونن. من واقعا دیگه نمیدونم بعد چی کار کنم دایی. درسته. اون نرگس هم بهم گفته بود که لیلا هم علاقه به ازدواج با مهران نداره، ولی من گفتم خب باید از زبون خودش بشنوم. من فردا که برم روستا با آقا جون حرف میزنم. واقعا منم دیگه از این وضعیت خسته شدم. خب من نمیدونم برنامه زندگی تو برای آینده چیه، ولی این مسئله برای همیشه باید حل بشه. دایی اگه بریم با آقا جون حرف بزنیم که خیلی خوب میشه. واقعا این مسئله باید زودتر تموم شه بره پیکارش. من حرف میزنم.
ای بابا اینم که سرده. خب گفتم براتون عوض کنم که بریم برم یه دونه دیگه برس. برم یه دونه دیگه برس. نه نه نه. تعارف نکنید دیگه. پس بزنین براتون میگم پوز بکنم. نه خیلی ممنون. سلام خانم کریم. سلام رسیدم بخیر. خانم احتشام. یه آقای تماس گرفته بودم به اسم پورمند، یادتونه؟ بله بله، چطور؟ دیروز که تشریف نداشتین دوباره تماس گرفتن، میخواستن باهاتون صحبت کنن که دیگه من گفتم نیستین. خیلی اصرار داشتن که حتما باهاشون تماس بگیرین. البته شماره شخصیتونم خواستن که من گفتم اجازه ندارم بدم. ممنون. اگر شماره گذاشته بدین که من زنگ بزنم ببینم چیکار دارم. حتما. خدمت شما. خیلی ممنون. خواهش میکنم. آقای پورمند؟ بله بفرمایید. خودم هستم. سلام، من احتشام هستم. گویا شما با شرکت ما تماس گرفتیم، با من کار داشتین. به به خانم، خیلی لطف کردین که تماس گرفتین. من خیلی تلاش کردم که باهاتون صحبت کنم، اما متاسفانه موفق نشدم. بله شرکت نبودم. در خدمتتون هستم، امرتون رو بفرمایید. خواهش میکنم. واقعیتش اینه که من مصاحبتتون رو دیدم. و اینکه تصاویر گلخونه‌تون و کارهای جذابتون رو دوست داشتم. می‌خواستم اگه بشه جلسه حضوری باهاتون داشته باشم. در چه موردی؟ ببینید خانم احتشام، ما این شرکت واردات و صادرات گل‌های آپارتمانی داریم که تو سال‌های اخیر تونستیم جایگاه بهترین رو توی خاورمیانه تظاهر کنیم. من می‌خواستم بهتون یه پیشنهاد ویژه همکاری بدم. چه عالی. می‌تونم اسم شرکتتون رو بپرسم؟ بله، من همه اطلاعاتی که شما نیاز دارین رو خدمتتون میگم. فقط اگه میشه خواهشاً قبلش یه جلسه حضوری داشته باشیم. بسیار خوب، مشکلی نیست، میتونیم جلسه حضوری داشته باشیم. شما تشریف بیارین اینجا. خوبیش هم اینه که شرکای منم در جریان کار قرار میگیرن. واقعیتش اینه که میخواستم فعلا راجع به این جلسه با شرکاتون صحبتی نکنیم و برای همین میخواستم که خارج از شرکت باهاتون صحبت کنم. خب چرا خارج از شرکت؟ من هر مورد کاری که به شرکت مربوط باشه رو با شرکام در میون میذارم. به خاطر همین پیشنهاد میکنم که شما اگر دوست دارین جلسه حضوری بذارین، تشریف بیارین همینجا. بله حق با شماست. من فقط میخواستم این پیشنهاد کاری رو اول با خودتون در میون بذارم و نظر مستقل خودتون رو بدونم. بعدم شما اگه صلاح دونستین میتونین به شرکاتون منتقل کنین. پس اگر فرصت دارین فردا قرار با هم بذارین. فردا؟ بسیار خوب، فردا ساعت 10 خوبه. بله عالیه. من آدرس رو براتون میفرستم. ترجیح میدم تو آدرسی که من میفرستم جلسه بذارین. باشه خانم، برای من فرقی نمیکنه. صرفا فرصتی باشه که بتونم مطالبی رو حضوری خدمتتون عرض کنم. بله بله متوجه شدم. من آدرس رو براتون میفرستم. قربان شما، متشکرم. خدا نگهدار. پری خانم چی کار میکنی؟ من یه چای ریخ رو میزتون داشتم تمیز میکردم. اونو که پاک کردی؟ بله. دیدین یه جا کثیف همینجوری تمیز می‌کنی میرین جلو تا آخر؟ من همینجوری داشتم تمیز می‌کردم، ببخش. فقط میشه وقتی که من پشت میز نیستم این کارو انجام بدی؟ و خدا اصلا نفهمیدم پشت تلفن چی گفتن. ببخشید تو رو خدا، اشکال نداره، من فهمیدم، بهتون میگم. ببینید فردا ساعت 10 صبح آقای پورمند فکر کنم قرار دارین که ایشون چون تشریف نمیارن شرکت ما، دیگه شما باید آدرس رو براشون بفرستین که جایی که شما میگین بیان. بعد دیگه شما خانمی هستین به هر حال حواستون هست و جای خطرناک نمیری. بله. باشه بفرمایید به کارتون برسید. نه نه شما اصلا کارتون رو انجام بدید. من زمانی که شما نبودید میام. با اجازتون. بفرم. سلام. سلام سلام. خانم اسدی لطفا اینو بایگانی کن. باش. آوا باید باید حرف بزنم. درباره چی؟ هرچی زنگ زن گوشی در دست رسم بود. حالم خوب نبود، نمیخوام راجبش حرف بزنم. خب اگه چیزی هم شده باید اینو دوتا آدم بالغ بشینیم با هم حرف بزنیم. راجبش چی حرف بزنیم؟ من امروز حالم خوب نیست، احتمالا فردا هم حالم خوب نیست، اصلا شاید کلن دیگه حالم خوب نباشه. نمیخوام راجبش دیگه با تو حرف بزنم. الان بفرمایید سر کارتون.
مگه نمیگم بفرمایید سر کارتون؟ متوجه نمیشید؟ افتاده تو بازار، هر کی که با ساسانی مراوده داشته رو داره میبره. مردک تو سامانه ارزی رفته فاکتور سازی کرده، فاکتوران به اسم هر کی بوده. پلیس صاف میره سراغش. سراغته که نیومدن. تا حالا کسی نیومده؟ این ممکنه بیان؟ نمیدونم. تو باید بگی. تو گنگ کاریاش که نبودی، بودی؟ نظرم جله اسناد و اینجور چیز هست. نه والا من فقط پول بهش میدادم، بازار یه تکونی میخورد، به من آمار میداد از جنگایی، دلار میرفت بالا میفروختم، میومد پای میخریدم. سری آخرم برام دلار فرستاد واسه سفر مادرم، نقدن باش حساب کردم. همین حساب کتاب مالی که باش نداشتی؟ منظورم بانکی مانکیه. نه اونجوری نه، اصلا در همین قد. خیلی خوب، اگه حساب کتاب باش نداشته باشی مشکلی پیش نمیاد، شانس آوردی. ولی با طبیعی رفتار بکن. کارا رو به کجا رسوندی؟ تونستی ارز دولتی رو بگیری؟ تمام دیگه همه کاراشو کردم، همین امروز فرداست که بهم زنگ بزنم برم بگیرم. خوبه، به محض اینکه زنگ بزنم بهتون خبر میدم. کار خوبی میکنی، فقط مراقب باش. پلیس رو کسایی که تو بازار ارز هستن یکم حساس شده. بله. یک کم که نه زیاد، مراقب باش. بله. برحال هرچی نباشه تو ساسانی رو میشناسیدی که ممکنه هر لحظه بیان سراغت. فقط با طبیعی رفتار بکنی، حتی این ماجرا ممکنه تو رو تبدیل به مهره بکنه که ازت بخوان اطلاعات بگیرن، یا ممکنه یه دستی بزنن بگن ساسانی هست و یه اطلاعاتی به ما داده. که طبیعی رفتار کن. بله طبیعی. بله چشم، طبیعی. ما حواسمون بهت هست بهروز، ما به کسی که کار میکنیم حواسمون بهش هست. هوا تو داری، تو مطمئنه ساسانی نیستی که رو باید چا ندونی؟ اون افتاد تو چا. به تو زنی تر از این حرفایی نه؟ بله آقا، بله خیالتون راحت. مراقب باش. ممنون. میتونی بری. هر وقت میخوام راجع به مهران و ماجرای اون حرف بزنم از خجالت آب میشم. محمود بگو، با مهران حرف زدی؟ بله آقا جون، حرف زدم، با هر دوشونم حرف زدم، هم لیلا هم مهران، مفصلم حرف زدم. مهران چی گفت؟ مهران خب حرفش معلومه دیگه، میگه همون دختره میخواد، دختر همون بابایی که مهران پیشش کار میکنه. لیلا چی؟ لیلام خب میگه من مهران رو نمیخوام، یعنی میگم من و مهران به درد همدیگه نمیخوریم، هرچی تلاش کردم نشد که نشد. حرف خودشون میزنم. نمیشه آقا جون، میدونی هر جوری میخوای جفت و جور بشه نمیشه. پیغام منو به مهران رسوندی؟ بله، من تمام و کمال حرف شما رو گفتم بهش. بله عجب عجب. محمود بله. امروز خوب یادت باشه.
از نظر من این دو تا بچه هم دیگر دوست دارن، دارن با هم لجبازی میکنن. چراشو منم نمیدونم. اینا هم دیگر میخوان ولی از هم دیگه دل خورم. محمود، اما من مرده تو زنده. خدا نکنه دور از جناب آقا جون. میرسه روزی که تو همین روستا جفتشون رو تو لباس عروس دامادی ببینم. حالا ببین من کی گفتم. عادل خان، عادل خان، عادل خان، سلام. سلام بابا، حسن آقای گل، چه عجب. قابل دونستی، حتما باید دعوتنامه بفرستیم یه سری به ما بزنی. بیشین حسن جان، بیشین. اومدم دیگه، فقط باید زود برم. عادل خان زود حرفتون بزن. آقا لوندی نکن، بیشین یه چایی لبسوز با هم دیگه بخوریم. بهت میگم چی کارت دارم. افشین، چایی ما برسه. خب چه خبر؟ خبرها پیش شماست. ببین حسن آقا، من با اعضای هیئت امنای تابونی حرف زدم، گفتم این دوره به من رأی دادن، من رئیس بشم. اینجوری بهتره، یه نیروی جوون و قبراق میاد گاوداری رو به راه میکنه. برای اسفندیارم بهتره دیگه. آقا بسته دیگه، ما از اون زمانی که یادمون رو به دنیا اومدیم این پیرمرد فرتوت داشته کار میکرده. دیگه خسته شده، بره استراحت کنه، بازنشست بشه دیگه. حالا میخوای من چی کار کنم؟ فکر کن، فکر کن اومدم بهت رأی دادم. با رأی من یه نفر میخوای چی کار کنی؟ ده نشد دیگه، ما به هر کی گفتیم به ما رأی بده گفت هر چی حسن آقا بگه. نظر شما جامعه است. سر به سرت گذاشتم. بیجا کردن که سر به سر من بذارم، مگه من بچه هم؟ بچه نیستی، اما بچگونه حرف میزنی. چطور؟ تا وقتی آقای اسفندیار تو این آبادی هست، خودش هم نخواد، همه مردم جمع میشن بهش رأی میدن تا رئیس تعاونی بشه. تو فکر کن هر کسی دیگه جای اون باشه، مردم حاضر نیستن حتی یک ریال تو صندوق تعاونی بذارن. واسه بابا اینقدر اسفندیار اسفندیار نکنی، شما الکی گندش کردی، خبرانی. خدمت شما آده. یه خود چاییه؟ برو یه شربتی چیزی بیار بینم، بودو. خب من برم. زود اومد، واسه آقا جون، واسه من باید سنگامو با شما عالی وا بکنم. باید بدونم با شما چند چندن. ببین حسن آقا، شما فکر پس از آقا اسفندیارم کردید؟ میدونی بیشتر زمین های آبادی رو من خریدم؟ به فکر بچه هاتون هم هستید؟ میدونی فردا باید کجا کار کنن؟ باید بیان تو کارخونه و گلخونه و گاوداری من کار کنن، واسه من دولا و راست بشن. آدم خوب آتیه نگر باشه، آینده نگر. عادل خان، اگه اینجوری که میگی باشه بهتره تو حواستو جمع کنی. چرا؟ اعتبار آدم ها به زمینداریشون نیست، به مردمداریشونه. اگه همه این زمین ها رو هم داشته باشی باز معتبر نمیشی. اسفندیار زمین آدم ها رو نخریده، دلشون رو خریده. بچه های منم خدا رو دارن، روزیشون رو خدا میده نه خلق خدا. باسا آقا جون، عزیز دل، من میخواستم اون گاوداری رو متحولش کنم، میخواستم برای اون گاوای لعنتی موسیقی پخش کنم که شیرشون چند برابر بشه، که گوشتشون مرغوب بشه. میخواستم تو این روستای لعنتی برای تو مراکز فرهنگی احداث کنم، کتابخونه، سینما، پینگ پونگ. لیاقت نداری. آقا هرچی میگردم شربت پیدا نمی کنم. شربت نبود؟ نه آقا، هرچی کمود گشتم داخل سینک و ظرفشو اینا. شیره شطور چی؟ شیره شطور که هست، برو گمشو یه چیزی بیار. اومی؟ چی شده؟ لیلی خانمو دارن از شرکت میبرن. کی داره میبردش؟ نمیدونم، هر کی بود فردا صبح باش قرار داره. کجا دارن میارنش؟ ببین نمیدونم، لیلی خانم داشت تلفنی با یه آقای حرف می‌زد، بهش گفتش که شما بیاین شرکتمون. بعد آقای برگشت گفتش که شما بیاین بیرون از شرکت، چون لیلی خانم گفت پس من یه آدرس می‌فرستم شما بیاین اونجا، که احتمالاً این آقای یه خواستگاره. که اگه خواستگاره که چرا گفت بعد به شرکام بگم؟
حالا یانیس میخواد لیلا خانومو به قاپه ببره. آره خواستگار که شریک نداری که، تو از کجا فهمیدی؟ امید جان حواست کجاست؟ خب لیلا خانم الان آدم خیلی معروفیه، شبکه دو تلویزیون نشونش داده، طبیعیه هر کسی بخواد به قاپه ببرش دیگه. ببینم این یارو رو اسمشو نفهمیدی چیه؟ آقای پورچیچی یا چی پور؟ حالا اصلا مهم نیست، ولش کن امید. تو الان باید به آقا بهروز خیلی آروم بش بگی، یه جوری که اصلا حالت عصبی بهش دست نده. بگی لیلی خانم با یکی قرار داره که احتمالاً از آقا بهروز خیلی بهتره. تو از کجا میدونی از آقا بهروز خیلی بهتره؟ امید جان قربونت برم، هر کی ندونه من و شما که مشکل این جوونو میدونیم. بعدش هم که ماشاءالله لیلی خانم از همه سره. برای من نظرم اینه که بیام خودمون رو قاطی این ماجرا نکنیم. میدونی چرا؟ چون لیلا خانم که ماشاءالله خودش از همه سرتره، بعدم خیلی عاقله، بالغه، خودش میتونه تصمیم بگیره دیگه. اگه صلاح بدونه خودش واقعا بهروز میگه. حالا من چیزی که بعد میگفتم و گفتم امید جان، دو روز دیگه لیلا خانم از این شرکت بره، برگه برندرم باد برده. حالا تو یه بشین به من وعده وعید بده. آقا بهروز که دو روز دیگه پول اجاره اینجا هم نداره، چه برسه رهن خونه ما. من که از خدامه، این مسئولیت واسه من تو این سن و سال خیلی سنگینه. این گاوا امانت مردم هست، خار بره تو پاشون من باید جواب بدم. آقای اسفندیار ما خیلی ممنون شما هستیم، میدونیم به خدا خیلی زحمت ما رو میکشی، فقط جان بچه هات خواهش میکنم نذارین عادل تعاونی رو زیر دستش بگیره. اگه کاندید بشه رأی بیاره دیگه جلودارش نیستیم. رأی نمیاره؟ آخه کی به عادل رأی میده؟ همونایی که حاضر شدن زمینشون رو با قیمت بالاتر بهش بفروشن. اگه رأی بدن چی میشه؟ خب رأی میاره دیگه. خب یه کسایی هستن که بهش رأی میدن، بذارین بیاد کارشو بکنه. آخه آقای اسفندیار اونایی که بهش رأی میدن فکر مردم نیستن که، فکر خودشون هستن. کسی که حاضر میشه زمینشو، شرافتشو، ریشهشو بفروشه، من اجازه نمیدم یه همچین کسی بخواد واسه ما آقا بالا سر تعیین کنه. من نمیدونم این عادل دردش چیه، دنبال چی میگرده. اگه میخواد کار کنه بذارین بیاد، اگه دنبال چیز دیگه ایه که اینجا چیزی نیست که به دردمون بخوره، همش درد سر و زحمت. مسئولیت اینجا روی دوش هر کی بیفته تا صبح خواب نداره. آقای اسفندیار شما به خودت نگاه نکن، اون اصلا مسئولیت سرش نمیشه، اون میخواد تو ده را بره به مردم امر و نهی کنه، دنبال خدمت هم نیست که درد سر داشته باشه. نمیدونم چی بگم بالا، هر چی خیره پیش بیاد. شما هم الان کاری به کارش نداشته باشین تا ببینیم بعدن چی میشه. باش بس با اجازتون ما بریم. خدا حفظت کنه. خدا حفظت. خیر پیش. شما هم بریم سر کارت. چشم. همش حرف خودشو میزن. بهش گفتم چرا نذاشتی نرگس بره همین آوا خانم ببینه؟ گفت حالا وقتش نیست، نمیدونم چی. خب شما دیدینش چجور دختری بود؟ چیه؟ نرگس جون مثل که تو هم بدت نمیاد که داداشت با لیلا ازدواج نکنه؟ بابا جون این چه حرفیه که میزنین آخه؟ من فقط بعدم میاد دو نفر بخوان زورکی با هم دیگه ازدواج کنن، وگرنه کی بهتر از لیلا؟ بعدم اینکه شما خودتون رفتین تهران دیدین که هیچ کدومشون به خود کوتا نمیان. خب میدونی آقا جونم میگه که همین علامت اینه که اینا همدیگر میخوان، ولی از همدیگه دل خورن. چی بگم؟ حالا داشتین راجع به آوا صحبت میکردین، چه جور دختری بود؟ نمیدونم بابا جون، نظرتون دیگه به من که میتونیم بگین، من که دیگه مهران نیستم، من رازدارتونم. بعدم من که میدونم شما علاقه دارین راجع به این موضوع با یکی حرف بزنید، خب کی بهتر از من؟ به خود مهرانم گفتم خانم با وقار از خانواده با اصالتی بودم، پشتدار بودم. یه لحظه با خدا فکر کردم انگار یه دختر دیگه دارم. انشالله به امید خدا که سفید بخت بشه. انشالله. انشالله. پس شما مثل داداش مهران از دختر خوشتون اومده ها؟ والا دختر خوبی بود، ولی خب لقمه دهن ما نبود. میدونی اینا با ما فرق میکنن، هم صد تو هم قماش ما نیستن عزیزم، با
آدم موقع ازدواج باید خیلی حواسش جمع باشه، باید بدونه با کی داره وصلت میکنه، چه خانواده ای هستن. اما داداش جناب‌عالی اصلا حواسش میدونی توی عالم دیگه است. اینجوری که شما دارین تعریف میکنین پس یعنی خانومیه برای خودش. چایتون سرد شد، میخوای نوازش کنی؟ نه الان سیر شده دیگه، کامل دیگه. خیلی خوردم مش. خیلی هم خوشمزه بود آخه. من میخوام شبا شام نخورم، تو نمیذاری. نه بابا چی شام نخوری، اتفاقا تو باید شام بخوری. تو زمانی که گشنت اصلا نظرت به درد نمیخوره. چیه لجت گرفته؟ اون چیزی که دوست نداری رو میگم دیگه به درد نخور میشه نظرها؟ چه ربطی داره؟ من فکر من دوست دارم یه جمله بگی که خوشم بیاد دوست داشته باشم. نه، هر مشکلی یه راه حلی داره. الان راه حل تو اینه که من برم سرمو بذارم بمیرم. آره دیگه. خب پس به این نتیجه میرسیم تو اصلا گشنه هیچ نظری نباید بدی، نظرات باید باشه بعد از سیر بودنت. حالا بگو ببینم پسر، من اگه حرفو زدم به خاطر این بود که این اتفاق بالاخره میافتاد. تو دروغ گفتی و با این دروغت الان هم باباتو ناراحت کردی، همون دختر بیچاره رو. بیچاره منم که آوا جواب تلفنمو نمیده، باهام سرسنگین شده، یه جوری باهام رفتار میکنه انگار من دشمنشم. بیچاره من بدبختم که راست و دروغ زندگیم یه جوری به هم پیچیده که خودم نفهمم کدوم راست کدوم دروغه. من میفهمم، نگران نباش، راه حلت هم میدونم، بهت میگم. ولی اگه اون کارو نکردی دیگه هیچ وقت من گله نکن. اگه باز میخوای بگی برو به آوا بگو لیلا و فهمی بکن دخترم. نه خب پس چی بگو ببینم؟ نیم کیلو باش اما مرد باش، مثل یه مرد برو با آقا جونت حرف بزن. بگو آقا جون من توی این باطلاقی که دیگران دارن طراحی میکنن واسه زندگی شخصیم دارم دست و پا میزنم، لطفا نجاتم بده. شاید دلش به رحم اومد یه فکری برات کرد، اینجوری دیگه نیازی نیست آوا و خانوادش هم از ماجرای دخترم چیزی بو ببرن. حیف این پول پیتزایی که دادم. تو وقتی خیلی هم سیر میشی نتیجه عکس میده ها، انگار خیلی گشنه ای، واقعا ترکوندی با این پیشنهادت. حالا تو تیکه بنداز. اما آقا مهران تا اون کاری که بهت گفتم رو نکنی همین آشه و همین کاسه. مهران بزرگ شد دیگه پسر، تا کی میخوای مثل این بچه کوچولو آفوش دروغ دقلات قایم شی؟ بابام نمیدونم به بابا چی، هی میترسم یه چیزی برگشته باشه به بابا گفته باشه. به نظر تو گفته؟ آقا اصلا چه فرقی میکنه؟ چه فرقی به حالتون میکنه گفته باشه یا نگفته باشه؟ هر کی داره کار خودشو میکنه، بابا داره کار خودشو میکنه، آوا داره کار خودشو میکنه، تو هم کار خودتو بکن، برو با آقا جونت حرف بزن.